جمله زیباتر از بسم الله الرحمن الرحیم نیست؟ هموطنان عزیزم سلام، صبح شما بخیر. آرزو میکنم که خوب و صحتمند باشین و روز را به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین. فامیلای عزیزی که تازه تلویزیون یک را بیننده هستین، هموطنان عزیزی که تازه از خواب برخیستین، صبح شماها بخیر باشه. و تشکر میکنم از همکارم آرزو جان که در بخش اول برنامه بسته تصویری را در خدمت شما قرار داد و مطمئن هستم از بسته تصویری، از معلوماتی که در بسته تصویری بود، شما لذت بردین، مستفید شدید و ما در این بخش از برنامه مهماندار هستیم. 5 جوره بود تولید میکرد، آل در بازار عرضه است، اما متاسفانه تقاضا برش نیست و تقاضا زمان ایجاد میشه که مردم پول داشته باشه، درآمد داشته باشه که پس به مصرف برسانه، که همین خودش همین چرخه اقتصاد چرخش میاد. بله، زمانی که اگر ما شما کار نباشه، برای کس عاید نداشته باشه، تقاضا پایین میشه در بازار و بالاخره از اینکه شرکت هایی که اینا چیز داشتن، تولیدات داشتن، اگر مثلا من مثال شدم که 5 جوره بود پیش تولید میشد، برش مشتری بود، میخرید، قدرت مردم بالا بود. حالی اگر 5 جوره رو کس نگیره، بالاخره مجبور است که مو فابریکه هم امور تقلیل بتا پایین، مثلا 2 جوره شاید بسازه، با اون امسان کارمندای خود کم میکنه، کارمندا کم شد، به دست مردم پیسان می، از دولت خودش از مردم که مالیات میگرفتن او کم میشه، بالاخره به سطح کلی متاسفانه که اقتصاد با رکود مواجه میشه. دیگه برای دولت ها این به کار است. ما 2 تا سیاست داریم، یک سیاست مالی داریم، یک سیاست پولی داریم. سیاست مالی باز هم به 2 بخش تقسیم میشه، که یک سیاست انبساطی است، یک انقباضی است. زمانی که در کشور رکود اقتصادی باشه، باید که از سیاست انبساطی استفاده شود، به این معنی که پروژه ها انکشافی برای انداخته شود تا به دست مردم پیسه بیا، پول بیا، درآمد داشته باشند، تا مردم بره از بازار چیزی بخره. وقتی که با دست مردم پیسه آمد، بیکاری نبود، تمام چرخ اقتصاد به چرخش میاد. و بعد از اینکه در افغانستان متاسفانه متحول که آمد، ما مشکلات اقتصادی مواجه شدیم، اما حال میبینیم که الحمدلله همین نظامی کنونی ما شما خوب است، پروژه ها هم برانداخته، امی اقتصاد تا یک حد مدیریت کردن، از منابع داخلی فعلا معاشات مردم پرداخت میکنه، مصارف از شما میبینید، کارهای انکشافی صورت میگیره، سرک هاست و دیگه، یعنی خودش میتونه که باز برای در آینده انشالله که از می رکود اقتصاد ما شما داره. نکته خیلی خوبی را در صحبت های اولتان اشاره کردین فرزاد صاحب. بدون شک کشورهایی که آمدن به افغانستان و همیشه کمک میکنن به افغانستان، کارهای بنیادی را نکردن که به مردم افغانستان زمینی کار را مساعد کرده باشن، نه ای که به قول شما ماهی را برشان دادن و که اونا خوردن. ماهی گرفتن را برشان یاد ندادن. و ما امیدوار هستیم که بیشتر از اینکه کمک میخواین بکنن، بیشتر زمین کار را بر مردم ما مساعد کنن، تا اینکه اونا بتونن خودشان کار کنن، تا اینکه بتونن زمین کار در کشور ما فراهم شود و این فقر از کشور ما از بین بره. خواهش می کنم از شما فرزاد صاحب که خیلی کوتاه کوتاه پاسخ بدین، چون وقت برنامه خیلی کم است. به نظر شما پیامدهای فقر چه است در زندگی؟ یکی فقر و بیکاری که است، یکی خودش یک معضل اقتصادی است، در پلوش یکی از معضلات اجتماعی هم است. یک کسی که فقر با فقر روبرو باشه، طبعا با کارهای دست میزنه که او خلاف چیز باشه، مثلا اینا با مسائل جرایم جنایی اینا دست میزنن. وقتی که فقر باشه، یک کسی که پول نداشته باشه، عاید نداشته باشه، با جرم اینا دست میزنن، مثلا دزدی میکنن، مسائل مردم با معتاد میشن، با مخدر و همچنان روز به روز تضعیف شده میره. امی اقتصاد مردم، بالاخره اقتصاد کشور هم امراش تضعیف میشه، که بالاخره منجر به رکود اقتصادی میشه. این فقر باید که هر قسم که میشه با دولت افغانستان با جامعه جهانی در پهلوی از اینکه مسئله سیاسی است، باید به توافق برسند که کمک ها دوباره آغاز شوه و از این کمک ها باید استفاده سالم صورت بگیره. ما برتان میگم که یک وقت یک پروژه بود به نام کابل رنگ رود، یعنی سرک حلقوی کابل، هیچ کس بر از این پول نمیداد، بخاطر که یک پروژه انکشافی بود. ما امرای دونرها کار میکردیم، اونا که میگفتیم کدام بخش کار میکنه، بخش جوان ها گفت ما کار میکنه، بخش وومن امپاورمنت کار میکردن، اونا بخش ارتقای ظرفیت زنان، باز یک پروژه انکشافی برشان پیش میکردی، گفت والا ما نمیتونیم میره تمویل بکنیم. ما اصلا برش میگفتی که بند بسازین، اونا سرباز میزدن. دیگه گفتش فرمودش ما اونا در بخش های انکشافی کار نکردن، اما فقط
پول می آمد پس به شکل از افغانستان بیرون می شود و همچنان اینمی فقر اگر عالم دولت افغانستان کار می کند این بخش ما نمیتون گفته که هیچ کار نمیشه کار صورت روان است اگر به این قسم ادامه داشت انشاءالله که ما شما امید داریم و اگر جلوی ازی گرفته نشود و فقر مردم روز به روز زیاد شود بالاخره مردم بسیار با مشکلات گسترده رو برو خواهد شده بدون شک فرزاد صاحب در مورد ازی بر ما بگوین که مسئولیت دولت در کوتاه مدت در راستای از بین بردن فقر چه است؟ این دولت ها خوب مسئولیت داره که برات بای خود وقتی که کسی حاکم از کشور است باید اونا چیز دارن مکلفیت چیزی دارن که برای مردم امو سهولت ها برسانن دگر در کوتاه مدت میتونه که می یا پلان های کوتاه مدت طرح بکنن مثلا ما شمال چیز داریم بخش های قرضدهی است میتونه که برای مردم قرضه بتن نهاد های قرضدهی هستن که برای دهاقین ما شما قرضه بتن برای مردم قرضه بتن که تا اونا کاروبار خود آغاز بکنن ما شما مراجع قرضدهی داره میتونه که از او برشان قرضه داده شوه همچنان باید که پروژه های انکشافی آغاز شوه و همچنان باید که کارهای ابتدایی به خاطر معادن ما شما که آغاز هم شده باید که سرعت پیدا بکنه که تا سرمایه‌گذارای بیرونی به جذب شود افغانستان ما شما هر کشور جا علاقمندی دارن که بیان در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنه مثلا چین است یا ترکیه است یا کشورهای دیگه است میان در افغانستان علاقمندی دارن باید برازا زمینه سازی شوه که بیان و در افغانستان سرمایه‌گذاری بکنن سرمایه‌گذاری از یک طرف میتونه که اقتصاد خوبتر بسازه و از طرف دیگه باعث کاهش بیکاری میشه یکی از بزرگترین عامل در اقتصاد او بیکاری است که وقتی کسی عاید نداشته باشه متاسفانه با اما تمام چرخه اقتصادی با کندی مواجه میشه فرزاد صاحب در لبالای صحبت هایتان از کمک های بشر دوستانه یاد کردنی کمک ها چقدر میتونن راه حل باشه برای از بین بردن فقر و آیا این کمک ها به مستحقین داده میشه و پروسه شفافیت این کمک ها چگونه است؟ بله. کمک های بشری در کوتاه مدت تا یک حدی خوب است اما برای طویل مدتی خوب نیست بخاطر از اینکه برای کسی خودت پول میتی یا برش آرد میتی یا برنج چیز میتی اما فقط او باز مصارف دیگه از مثلا برای دکتر رفتن است یا بخش صحت است او نمیتونه مثلا بخش های دیگه است که ضروریات انسان ها زیاد ضرورت دارن نمیتونه اگر ما برش فقط یک بوجی آرد و برنج مثلا داشت و برای اقتصادشان خوب نیست اما برای کوتاه مدت خوب است برای مدت مثلا مسار کدام مدت دیگه باید که حکومت افغانستان از مراجع کمک کننده بخواهد که کمک های انکشافی خود آغاز بکنن تا ایجاد کار شود در کمک های بشری ما نمیتونیم که ایجاد کار بکنیم و فقط برای مردم پول توزیع میشه و همچنان مراجع کمک کننده کس دونرها باید که با افغانستان خودش با دولت افغانستان اگر کدام راهی پیدا بکنن که امرایزا کمک بکنه به خاطر از اینکه از طریق بودجه دولت این کمک ها به مصرف است بسیار خوب باشه آلفین از طریق موسسات ملل متحد و از طریق اونجوها این کمک ها صورت میگیره که یک بخش بزرگ از این کمک ها به مصارف اداری و مصارف ترانسپورتی و لوجستیکی از اونجوها به مصرف میرسه و یک بخش بسیار کمش به مردم میرسه که اگر دونرها کوشش بکنه که با خود حکومت افغانستان به تفاهم برسه و این کمک ها از طریق بودجه دولت به مصرف برسه مؤثرات زیاد خواهد بود. این پروسه کمک ها شفاف است؟ خوب است اما ما این باید یک ارگان جناب رئیس صاحب یک ارگان اگر برای ساخته شوه که نظارت بکنه از کمک ها به نظر شاید شفافیت بیشتر شوه اگر یک ارگان جور شوه اگر ارگان بی‌طرف باشه که از کمک های بشری در افغانستان نظارت بکنه ممکن که خوبتر و شفافتر خواهد باشه فرزاد صاحب به عنوان سوال اخیر و به عنوان صحبت های اخیر از شما میخوایم بشنوم که چقدر خوشبین هستین به اقتصاد افغانستان و آیا تحولات ایجاد خواهد شد خیر ما هر دادم به طرف زمان چیز باشد در خوشبین باشه امید داشته باشه بخاطر که ما شما باید خوف رجا باشیم از لحاظ مسائل شرعی مثلا هم آدم ترس داشته باشه از خداوند هم امید داشته باشه امید ما برای امید داریم برای افغانستان کشور ما شماست جوان ها برش زمینش هم مساعد شده اما از کشور خود بیرون نرفتن این خودش یک نوع امیدواری است ما شما مثل که خود شما برای در کشور خود کدرا داریم یا ما بسیار خوشحال هستیم این خودش یک امیدواری است و ما کارهایی که از حکومت فعلی روان است به چیزی که ما میبینیم ما انشالله که امیدوار هستیم به طرفی خوب روان باشیم و طرف مثبت روان باشیم مثلا آل فینانسر مادن کار میشه سرکا ساخته میشه پروژه انکشافی شروع شده آبهای ما و شما فعلا مهار شده روی از بندها ساخته میشن امیدوار هستیم این برای ما یک امیدواری است
انشالله. خیلی تشکر فرزاد صاحب، سلامت باشین. حرف و پیام اگر داشته باشین خیلی کوتاه کمرای ما در اختیار. ما سپاسگزار شما. ما سر مردم خود، سر خصوصا سر جوانا صدا میکنیم که وقت خود تلف نکنن و کاربار بکنن، در حالی از اینکه درس میخوان باید برای خود یک کاربار ایجاد بکنن که آینده باز انشالله آدم باید از یک مرجع آید نداشته باشه. مثلا اگر کسی از یک مرجع داشته باشه شاید با مشکلات اقتصادی مواجه شن و بمانند در کشور خود و زحمت بکشن. بدون شک. خیلی تشکر، سلامت باشین. سپاسگزار شما هم است. تیغ بران گر به دستت داد چرخ روزگار، هرچی میخواهی ببر اما مبر نان کسی. با تشکر فراوان از شما هموطنان عزیزم که بیننده بخش اول برنامه بودین و بیشتر در مورد اقتصاد افغانستان از زبان فرزاد صاحب دانستیم. یک وقفه خیلی کوتاه داریم، در ادامه ما را همراه باشید. آرزو جان با شما هست.